بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها 27 رجب ساروز مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله ضرب و شتم نوجوانان بازداشتی توسط پلیس بحرین و هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به اپیدمی نفرت علیه مسلمانان سلام بر حضرت عبا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز عید مبعث بر شما مبارک باد جدیدترین اخبار شیعن جهان تقدیمتان می شود روز 27 رجب مصادف است با ساروز مبعث حضرت رسول خدا صلی الله علیه و علی. مسلمانان و به ویژه شیعیان در نقاط مختلف جهان ساروز فرخنده مبعث پیامبر اسلام را عید گرفته و ضمن تبریک به یکدیگر این روز را گرامی داشتند آنها با برپایی مجالسی سراسر نور و شادی برنامه های مذهبی فرهنگی مختلفی را در گوشه و کنار جهان به اجرا درآوردند. حرم های اهل بیت علیه السلام شاهد حضور زائران است اما در این میان شهر مقدس نجف به رغم بسته بودن مرزهای این کشور شاهد حضور چشمگیر شیعیان می باشد شیعیان عراقی از نقاط مختلف این کشور در روز مبعث به عنوان روز زیارتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به زیارت آن حضرت مشرف می شوند و اهالی شهر مقدس نجف نیز با برپایی موکب های پذیرایی از آنها استقبال می نمایند. دو گروه مدافع حقوق بشر گفتند که نیروهای امنیتی بحرین چند نوجوان و جوان را که در جریان اعتراضات ماه گذشته بازداشت کردند مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را تهدید به تجاوز و شوک الکتریکی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد بر بیانیه مشترک دیدبان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقل در لندن حدود 13 نف... تن که بین 11 تا 17 سال سن دارند از اوایل تا اواسط ماه فوریه در بحرین بازداشت شدند در این بیانیه آمده پنج نوجوانی که در چهارم و پانزدهم فوریه بازداشت شدند گفتند که دو مأمور پلیس بحرین هنگام بازداشت آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به شوک الکتریکی با باتری خود را تهدیدشان کردند این دو گروه حقوق بشری افزودند پدری یکی از آنها گفته است که پلیس فرزندش را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را به تجاوز و شوک الکتریکی تهدید کرده است در بیانیه مذکور تاکید شده که اتهام برخی از این بازداشت شدگان سوزاندن لاستیک یا صندلی مسدود کردن راهها خرابکاری و پرتاب کوکتل مولوتوف عنوان شده است کاربران شبکه های اجتماعی در بهره نیز با اعتراض به بازداشت این نوجوانان گفتند که پلیس مانع رسیدن دارو به یکی از آنها می شود که با کمخونی شدید مواجه است یکی دیگر نوشت ارعاب نوجوانان و جوانان در بحرین و بازداشت آنها و جلوگیری از دسترسی خانواده ها و وکلایشان پیام روشنی از طرف حکومت میرساند. اینکه تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز در این کشور ممنوع است گزارشگر ویژه آزادی مذاهب در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استدلال کرد که سطح نظرات نامطلوب نسبت به مسلمانان تبدیل به یک اپیدمی شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد احمد شاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در شورای جنو تعدادی از کشورها و سازمانهای دولتی در سراسر جهان را مسئول افزایش نفرت علیه مسلمانان دانست وی در حالی که هیچ نامی را فاش نکرد چنین ملت ها و نهادهایی را به تشدید مسئله اسلام حراسی متهم کرده و تاکید کرد این نهادها با اتخاذ تدابیری که به طور نامتناسبی مسلمانان را هدف قرار می دهند آنها را خطرناک معرفی می کنند این گزارش گسترده ده هزار کلمه ای تحت عنوان مقابله با اسلام حراسی و نفرت ضد مسلمانان برای از بین بردن تبعیض و عدم تحمل بر اساس دین یا عقاید موضوعاتی از جمله ارائه نمونه هایی از تجربیات جوامع آسیب دیده و تاثیرات مربوط به آنها بر حقوق بشر تصویب چارچوب بین حقوق بشر مربوطه و پیشنهاداتی برای پرداختن به کاهش تاثیر اسلام حراسی در جوامع مختلف را در بر میگیرد در این گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه آزادی مذاهب دیپلمات و وزیر امور خارجه سابق مالدیو همچنین گفت که بسیاری از سیاست های اعمال شده برای مقابله با تروریسم به طور گسترده‌ای بر اکثریت مسلمانان بیگنا تأثیر گذاشته است هفت تن از سنی های تون رو در شهر کراچی در پاکستان بازداشت شدند. نیروهای آجانس های امنیتی در عملیاتی که از آن به عنوان عملیات بزرگی یاد شده در منطقه پاتلپارا و شهر اورنگی هفت تروریست دستگیر کردند. از مخفیگاه این سنی های تون رو که در ایالت های سند و پنجاه فعال بودند یک لیست ترور و تعدادی اسلحه کشف شد این لیست ترور شامل نام افراد سرشناسی از جمله سید فیصل رضا آبدی، سیاستمدار شیعه معروف و افسران برجسته پلیس پاکستان است که قرار بود ترور شوند. تروریست های دستگیر شده قصد داشتند با قتل های هدفمند امنیت شهر کراچی را به هم بزنند. شهرهای مختلف پاکستان طی سالهای اخیر بارها صحنه ترور شیعیان این کشور بوده است. و ده ها نفر از این شهروندان شیعه پاکستانی در این سالها در اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند. شیعیان پاکستان بارها با برگزاری تجمع، تظاهرات و تحسن به کوتاهی حکومت این کشور در حفاظت از شهروندان شیعه پاکستانی در برابر اقدامات تروریستی سنی های تون رو اعتراض کردند. پاپ فرانسیس بار دیگر از دیدارش با آیت الله لزما سیستانی مد له سخن گفته و این دیدار را فراموش نشدنی توصیف کرد پاپ تی توییتی عنوان کرد من همچنین از مقامات دینی ابتدا از آیت الله لزما سید علی سیستانی تشکر می کنم و دیدار من با او فراموش نشدنی بود خداوند به عراق خاور میانه و کل جهان صلح اعطا کند او افزود ما به دعایمان برای عراق و خاور میانه ادامه می دهیم و به رقم خرابی ها و سلاح هایی که این کشور را تخریب کرده درختان نخل همچنان به عنوان یکی از نمادهای این سرزمین به رشد خود ادامه داده و بار می دهند درباره همزیستی مسالمت آمیز نیز مسئله همین گونه است همزیستی باعث جنجال و فریاد نمی گردد و علاوه بر این باعث رشد می شود پاپ توییت کرد بعد از سفر به عراق وجودم پر از قدردانی از خدا و تمام کسانی شده که این سفر را ممکن کردند و از آنها تشکر می کنم پاپ درباره مهاجران عراقی نیز گفت اگر بخواهیم درباره بسیاری از عراقی, ها صح... عراقی های مهاجر صحبت کنم باید بگویم همه چیز را مانند حضرت ابراهیم ترک کردید ایمان و امید خود را حفظ کنید و هر جا مقیم شدید به دنبال صداقت و همزیستی باشید و اگر توانستید برگردید بازسازی مقام امام زین العابدین علیه السلام در موسل ادامه دارد اداره وقف شیعیان در استان موسل اعلام کرد کارکنان مهندسی و فنی کار بازسازی مقام امام زین العابدین علیه السلام در نینوا ادامه میدهند این مقام یکی از بناهای اسلامی است که توسط سانی های تون روی داعش تخریب شده بود باسم البیاتی مدیر این اداره در این باره گفت کار بازسازی این مقام به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود و اکنون از سر گرفته شده است البیاتی افزود مساحت این مقام که در روستای علیرش در شرق موسر قرار دارد به 1800 متر مربع می رسد مهندس عباس زینل مدیر این پروژه گفت این پروژه به مرحله پیشرفته رسیده و در آن از طرحهای مهندسی به سبک مدرن اسلامی استفاده شده است و افزود ارتفاع سقف آن به چهار و دهم متر می رسد و با سنگ مرمر ترکی و هندی پوشانده شده است پوشش فضای این مقام از داخل به طور کامل آینه کاری و کتیبه شده است و نمای خارجی آن با کاشی های کربلایی منقوش و سنگ مرمر پوشیده شده است به گفته ای وی این مقام چهار در اصلی دارد که بالای هر کدام از آن یک گنبد است و ارتفاع گنبد اصلی نیز به چهارده متر می رسد ممنونم که با ما همراه بودید اللهم اجل ولی الفرج یا علی خدا نگهدار